در جامعه سنتی تاجیکستان زندگی یک جوی کلین به خوشدامن در چند سال اولی خانداری مثل یک قاعده نو نوشته است. قاعده ای که به گفته برخی از کارشناسان به زمان امروز و تغییر ارزش ها موافق نیست و در اکثر حالت باعث جنجال و ناآرامی در خانواده ها می شود. ملیکه که در یک خانواده سرفرزند و سرمهمان عروس بود، میگوید 9 سال خدمت خوشدامن را کرد. او از جمله کلین هاییست که خوشدامن را نفری تصمیم گیرنده در خانواده شناخته است. ملیکه که 2 سال اخیر زندگی مستقلانه دارد، میگوید یگانه موفقیتش در مناسبت با خوشدامن تحمل پذیریش بود، وگرنه به گفتهش کیها خانه ویران میشد. بیشتر فکر میکنم از جانب کلون سالی اویل است، یعنی کلون خونه خوشتومن ها باید چون این مرحله ها را پشتی سر نمودند، باید که همچون کلین را نه همچون غلام یا اینکه خدمتگار قبول نمویند. از تجربه چندین ساله زندگی مشترکش با خوشتومن، ملیکه به این خلاصه آمده است که خوشتومن ها نباید کلین را چون رقیب خود قبول کنند، زیرا به گفته او دختر با امید خوشبختی به خانه شوهر قدم می گذارد. با وجود داشتن کلین های دیگر هم خوشدامنی ملیکه نمی خواست آنها را از خود جدا کند. تو زیرخه چیز مستقله، لیکن باز همون نظارت ها هستن، مثلا کجا دین چه خیل. اما اکثر خوشدامن ها بر این باورند که مشکل در زندگی مشترک نیست، بلکه در مناسبت و رفتار جوانان امروز است که به فرق از نسل قبلی تحمل پذیر نیستند و احترام کلان سالان را نمی دانند. آجینیسا سایدولایوا ساکن شهر خوجند میگوید زمان او هم کلین بود و تمامی وظیفه هایی که از او طلب می شد اجرا می کرد. بعدتر من خودی کلینم و از پی همین روزگار شده استاده وظیفه هایی که اوچم یو دادگی من به گفتگی اوچم گفته که کلین شده رویگا اپی همون کلون سالوخ شد ایزتی حرمتشانه به جو بیار و جوگی خوابشانه ام دوست پگروز غمدار گفتگی نقشته های وقتش به شوی گفتگی گفته من به فرمانده بدن فرهنگ توجیک. جامعه شناسان میگن حالا ارزش های خانداری و مناسبت خوشدامن با کلین تغییر کرده است. از این جاست که زندگی طولانی این دو جانب زیر یک بام بعضن با خشونت و کشتار انجام مییابد. از سوی دیگر سنت تاجیکانه فرمانبردار یا خدمتگار بودن کلین برای خوشدامن در چهارچوب درک جوانها راست نمیآید. اساسش احترام است و به فکر من زیاد مشکلی ها از نبودن یا کم بودن همین احترام میآید. بعضی خوشدامن ها فکر میکنند که کلین این آدمی انسانی است که عموما حقوق ندارد در خانه، بیگانه، و حتی بعضی ها فکر میکنند که کلین غلام است، غلام یا اینکه کارگری بپول در خانه برای همه اعضایان خانواده، و از کلین بسیار استفاده میبرن، از کار او، از خدمت های او. و به فکر من همه نمود خدمت باید جبران باشد، جبران شود. در حالی که حادثه های اسمپاشی خانواده ها و خشونت در اویله هرچی بیشتر رسانه می شود، در شمال کشور با روح اندازی یک مرکه گروه از زنان ژورنالیست می خواهند زندگی بدون خشونت و مناسبت خوبی کلین و خوشدامن در خانواده ها را تبلیغ کنند. بعد آنکه چند عکس شناس هایم را با تبلیغ مناسبت خوبی کلین و خوشدامن در صفحه فیسبوک گذاشتم، بسیار واکنش های مثبت نیز از کاربران در زیر شهر نوشته شد. حتی چندی از آنها با اشاره به خوشدامن یا کلینشان خاطره های نیک اولادوریشان را نوشتند که مادر من یا کلین من از بهترین هاست. بحث کلین و خوشدامن همیشه در جامعه تاجیکستان مطرح بوده است. یک پژوهش در 2 سال پیش معین کرده بود که در خانواده های تاجیک نقش خوشدامن در تمام تصمیم گیری های کلین و پسر شروع از خرید اشیای گرانبها تو تربیه فرزندان و استفاده مبلغ انتقالی مردها از روسیه بزرگ است.